سلام، روز بخیر دوستای عزیز. خدا کنه که همه شما خوش و خوشحال و صحتمند باشین. از خداوند پاک بر همه شما صحتمندی، سلامتی و کامیابی ها آرزو میکنم و از خداوند تمنا دارم که همیشه در کارهای روزمره‌تان موفق و شادکام باشین. به همین امیدواری که همه شما خوش و خوشحال و صحتمند هستین، برنامه دلخواه شما رو یعنی مالگرا آغازگر میشوید. در ابتدا مواد لازم را روی صفحه تلویزیونتان نوت کنین. مواد لازمه شوله گوشتی: گوشت لاندی نیم کیلو، روغن 80 میلی لیتر، برنج 2 گیلاس، ماش نیم گیلاس، ربع بادنجان رومی 1 قاشق غذاخوری، سیر 4 دندانه، پیاز 1 عدد، مصاله دیگ 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه نیم قاشق چایخوری، گشنیز خشک 1 قاشق چایخوری، نمک به قدر ضرورت. پیش از اینکه پیاز ریزه کنم، دیگه بخاره بالای من قرار بذارم. حرارت من قرار روشن میتونم و 80 میلی لیتر روغن بهش اضافه میکنم. پیازم نازک نازک ریزه میکنم. یک دونه پیازم خرد خرد ریزه کردیم، یام تقریبا خلاص شد. پیازم ریزه شد، اینا بالای روغن اضافه میکنم. ظرف دیگر رو میگیرم، اینجا کمک آب میمانم که گرم شود و ماش داشت اضافه میکنم تا ماش نرم شود. ماش هم بسیار زیاد نرم نمیسازم، تقریبا 50% ماش نرم شد. باز بعدن هم رایی برنج بوده یک جای میکنم. ماشم قبلا شسته میره، اضافه میکنم و دیگه سر دیگه میمونه. گوشت ریزه میکنم. گوشت بسیار خوب رو نمیکنیم به خاطر که گوشت گوسفند است، بازی خود او میکنن. تا پیاز گلابی میشه 4 دندان سیر سیرم از تراشه میکشم. سیرم از تراشه میکشم. پیاز کمک رنگش تیز ترک میکنم به خاطر اینکه مو رنگ شله گوشتی خوب شود. بسیار زیاد هم تیز نیک بخی بسوزد، با یک اندازه که متوسط. سیرم اضافه میکنم.
به می اندازه که پیاز گلابی شده کفایت میکنه. گوشت قبلا شستیم، این اضافه میکنم. یک مقدار آب دیش اضافه میکنم تا پیازم لعاب شود و گوشتم نرم شود. یک قاشق نمک دیش اضافه میکنم. سر دیگه بخار بسته میکنم. موشم البته چند دقیقه دم میمونم. یک قاشق رب آل میکنم. رب خوب آل کردیم. دیگم بخار گرفته و حرارت منقل خاموش میکنم. می اندازه که بخار گرفته که کفایت میکنه، به خاطر گوشت و گوسفند قدر به بخار زیاد ضرورت نداره. بخار دیگم ختم شده. این خوب یک بار شور میدم که پیازش مکمل حل شد. حرارت منقل دوباره روشن میکنم. تقریبا 70% گوشت نرم شده و 30% دیگر همراه برنج که بخار بده میشه نرم میشه. مسالجات دیش اضافه میکنم. یک قاشق مساله دیگه دیش میندازم. نیم قاشق هم مرچ سیاه و یک قاشق گشنیز خشک. نمک البته یک قاشق قبلا انداخته بودم. رو به حالی را که یک قاشق شل کرده بودم. ببینین که چقدری تیر است. تیر اضافه میکنم برای دیگ. خوبی را مخلوط میکنم اینطور. پیازش حل شد و مسالجاتم دهش اضافه کردیم. ماشه که قبلا 50% جوش دادیم این را اضافه میکنم بالاش. امرای هابش به خاطر از اینکه امی هاب ماشم از خود یک مزی علایده داره. کم آب دیش اضافه میکنم. برنجم قبلا شستیم. اینم اضافه میکنم بالش. خوب یک شور میدیم که ماش همراه برنج مخلوط شد. تمامش مخلوط کردم. دیگه بخار میدیم تا مکمل شله گوشتی پخته شد. خب دیگه در بخار موندیم تا که پخته شود. ما وقت دارم به خاطر از اینکه امی شله باب همیشه همراه چتنی خورده میشه. ما برای شما یک چتنی آماده میکنم. گشنیز ریزه میکنم. مرچ تازه رو ریزه میکنم. خسته های مرچ میکشم.
نگوین که بلا چتنیز بیا خیلی مرچ تازه زنده زنده پرتیم. یک کوشش کنین خیلی می یک دقیقه وقت تنظایی کنین. ام تخمک های مرچ بکشید. با دزوره ماشین کنین. با سی دندان سیروم است. اینو آرام شده مخلوط کنم دوزم. یک چتنی که بسیار مزه‌دار و خوبش آماده میشه. به خاطر از اینکه که شوله باشه، شوله غروبندی باشه، بدون چتنی واقعا هیچ مزه نمیده. خب نیم گیلاس سرکه سیرم اضافه میکنم. چتنی آماده شد. حرارت منقل خاموش میکنم. دیگم پخته شده انشالله. واقعا این چتنی بسیار خوشمزه و خوش ذائقه می باشه. کمک نمک داشت اضافه می کنم. خب چون دفعتن حالا از مکسری را خالی کردیم کمک روی ازی کف کده چند دقیقه بودی درست میشه. چتنی آماده شد. بخار دیگم ختم شده. این یک بار خوب شور میتونم. واقعا یک بوی بسیار خوب از این شوله گوشتی بیرون میشه. خب وقتی کمی دیگه باز میکنین کوشش کنین کمی دیگه خوب یک بارک شور بدین که مکمل هم تمام چیز با هم مخلوط شود. ظرف میگیرم و میکشم. اما تو شوله گوشتی دانه‌دار که میخواستیم به اون شکل ای آماده شد. خود شوله رو کشیدیم. باز بعدن گوشت بروش میمانیم. ای بود شوله گوشتی که بر شما آماده کردم و یام چتنی. خدا کنه که مورد پسند شما دوستای عزیز قرار بگیره. Thank you.